محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد دانشگاه پیسبورگ از پنسیلوانیا با ما هستند خوش آمدید علت اعتراض بازاریان و کسبه گرانی های کمر شکن و همینطور مالیات ها اعلام شده آیا به نظر شما علت این اعتراض همین مواردی یا ریشای دیگری هم داره؟ درود بر شما بله این هم قطعا هست ولی علاوه بر گرانی و مالیات های فضاینده و بحث قاچاق و احتکار و نظایر اون مشکلات بازاری ها اساسی تر از این به باور من. تورم مزمن داریم رکود فزاینده داریم وضع تامین ارز و واردات روز به روز سختتر میشه خیلی کالاها دیگه وارد نمیشه یا با قیمت‌های خیلی بالا وارد میشه و کاسب و بازاری با قیمت مصرف کننده ای که جنس رو فروخته و احتمالا فوش هم شنیده نمیتونه همون جنس رو دوباره برای انبار خودش تهیه کنه اگرم بیشتر بخره میریزن اموالش رو تصاحب میکنن میگن احتکار کرده هر جا خواستن گرانی و نایابی رو گردن کسی بندازن دستگاه حکومتی کاسب و بازاری رو سرزنش و سیاست, کرده مجازات کردند موضوع مالیات ها و تلاش دولت برای سرکوب و کنترل بازار هم هر روز داره سختتر میشه در نتیجه تعداد زیادی از کسب و کارها در چند سال اخیر تعطیل شدند کاسب های با سابقه زیادی خانه شدند یا دارن از جیب میخورند یا در یک قدمی هستند من اینطوری جنبندی میکنم که علت اعتراضات غیر ممکن شدن فعالیت اقتصادی در کشور آقای ماشینچیان در همیشه اعتراض بازاریان در اقتصاد سیاسی ایران خیلی کلیدی و موثر بوده آیا همچنان هم بازاریان در شرایط کنونی نقش مهم در عرصه تغییرات اجتماعی و اقتصادی ایران دارند؟ ببینید از نظر سمبولیک بله چه از نظر سنتی و چه مذهبی بازار و گرشات سیاسی بازاریان همیشه اهمیت داشته اما به باور من بازار اون نقش اون جایگاهی که زمانی در جامعه ایرانی داشت رو دیگه از دست داده توضیع سفره انقلاب بین خودی ها یک نظام اقتصادی تیولداری به وجود آورده که در اون بخش بزرگی از اقتصاد بین مجموعه‌ای از جزایر قدرت توضیح شده عملاً قدرت‌هایی مثل بیت و بنیاد و سپاه و آستان و نظایر اینها عمده اقتصاد کشور رو در کنترل دارند قشر کاسب و بازاری که امروز صدای اعتراضش رو میشنویم اینها عموماً مردمانی هستند که به بدنه حکومت وزن نیستند یا اگر زمانی بودن این اتصال به مرور زنگ زده و کمرنگ شده قطع شده اینها از رانت و های ریز و درشت اون نهاد ها و ارگان برخوردار نیستند برای اینکه شاید صداشون شنیده بشه مجبور هستند که هر روز بلندتر فریاد بزنند در عین حال ملاحظه میکنید که کماکان صداشون متاسفانه به جایی نمیرسه و تقریبا تمام تصمیمات اقتصادی دولت بدون توجه به شرایط و به دشواری‌های اونها گرفته میشه